نام خداوند بخشاینده و مهربان. برنده های عزیز ارجمند برنامه ضیافت نور، سلام و درود تقدیم همه شما. آرزو میکنم جور و صحتمند باشین، ایام روزه را به خیر سپری بکنین و انشاءالله که از برکات و معنویات این ماه بهرمند باشین. خدا رو شاکرم که توفیق این رو داریم تا روزدار باشیم و بر خوان خداوندی بنشینیم و استفاده ببریم. انشاءالله این توفیق رفیق ما باشه تا آخر ماه رمضان بتانیم روزداران خوب باشیم. تنها دهن ما از خوردن و نوشیدن بسته نباشه، بلکه با تمام وجود روزه بگیریم و آخر ما آدم ها و شخصت های متفاوت باشیم و آثار و برکات روزه را در زندگی تجربه کنیم. خوشحالیم که بار دیگر در ضیافت نور مهمان خانه های شما خوبان هستیم. ممنون که همراهی برنامه خودتان هستین، برنامه ضیافت نور. خوشبختانه باز هم کارشناس محترمی داریم با خود ما، جناب حجت الاسلام حاج آقای زمان شیخزاده با ما هست و قرار است در این برنامه در خصوص عوامل استحکام خانواده از دیدگاه قرآن گفتگو داشته باشیم. حاج آقا سلام بر شما، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دستان در کاران برنامه تلویزیون راه فردا و تمام روزداران مهمان خدای متعال، بینندگان ارجمند. از خدای متعال آرزو دارم که خداوند توفیق طاعت بندگی برای همه عنایت کنه و به عظمت این ماه برکت رحمت و برکاتش و شامل حال همه ما بگردانند. الهی همین سلامت باشین. جوامون گونه که هموطنان ما هم مستحضر هستند و شما خود شما که به خوبی میدانین، نهاد خانواده یک نهادی مهم، اصلی و اساسی است که قطعا اسلام و قرآن کریم موارد زیادی آموختن برای خانواده ها داره. اصلا یک بخش زیاد قرآن شریف برای بهتر زندگی کردن و به خصوص زندگی خانوادگی هست. در خصوص عوامل استحکام خانواده میخواییم بداریم که قرآن کریم چی فرمایشات داره، در کدام عوامل ها سبب میشه خانواده ها دوام و استحکام بیشتر داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با خانواده، از اینکه قبل از اینکه ما رکن استحکام خانواده یا دلایل را عرض کنیم، خانواده مجموعه ای که در یک محیط زندگی میکنند، به تعبیر عامیانه در یک زیر یک سقف در یک جای محدود، اینا خانواده گفته میشود. اما ما وقتی با قرآن مراجعه میکنیم، حدوداً 71 بار کلمه بیت یا بیوت به تعابیر مختلف ذکر شده است و اساس و زیربنای یک اجتماع خانواده است. لذا به خاطر این که اگر اجتماع موفق، جامعه موفق، برگشت به خانواده موفق است. و بنا به تعبیر دیگر، خانواده اولین مکتب و دانشگاه برای یک فرد کنجا رشد میکنه اونجا. لذا در دین اسلام در رابطه با خانواده ارزش جایگاهی به خصوص قائلن. در آیات متعددی از قرآن ما میبینیم کلمه بیت و بیوت زیاد ذکر شده است. چه عوامل برای ثبات و دوام استحکام خانواده در قرآن با معرفی میگیره که کمک میکنه؟ به خاطر از این شما میدونین که متاسفانه در این اواخر ما سال به سال وقت بررسی میکنیم، تحقیقاتی که انجام میشه، دیده میشه که آمار جدایی، طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها رو به افزایش هست و با تعداد زیاد داره. متاسفانه آنچه که تحقیقاتم نشان میده، این جدایی ها در اوایل زندگی به خصوص از سال اول الی سال پنجم تا دهم خیلی موردی بوده که اتفاق افتاده. فکر میکنین که قرآن شریف چه عواملی رو پیشنهاد میکنه که خانواده ها دوام و پایداری داشته باشه؟ عواملی که در رابطه با دوام و استحکام خانواده ها ذکر شده در قرآن، ما عوامل زیاد داریم که به چند نمونه از اونها اشاره میکنیم. یکی از عواملی که میشه خانواده را محکمتر، استوارتر، باثباتر نگه داشت، تقوی الهی است. خدای متعال در قرآن میفرماید یا ایها الناس اتقوا الله ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. هر جا که تقوا باشد، تقوا باعث میشه که استحکام خانواده زود نابود نشود. با تقوا و پرهیزگاری خانواده با مشکلات میسازن. درست. خانواده با تقوا کمتر رو به جدایی رو میآورن. خلاف نمیکنن. خلاف نمیکنن. در جایی که معصیت نباشه، اونجا ثبات دوامدار است. حتی در جامعه هم که تقوا باشه و تقوا
تنها عامل است تقوا و ایمان که انسان را نگه می‌دارد، ولی هیچ که نباشه همون ایمان و تقوایی که داره را حفظ میکند تا اینکه با ثبات‌تر و محکم‌تر زندگی بکنند. دوم چیزی که یک خانواده را خیلی مستحکم میخواد زنده نگه داره، اظهار عشق و محبت به هم دیگر است، بالخصوص زوجین. درست. که متاسفانه در بعضی خانواده ها این کم دیده میشود. اصلا بعضی ها ننگ داره یا شرمش میاد که مثلا اظهار محبت بکنه، چون ما یک محبت داریم در درونیست از نظر قرآنی کفایت نمی کنه. باید اظهار شود. این محبت باید اظهار شود. اگر کسی مثلا فرزند خود دوست داره، این محبت را اظهار بکنه. همینطور شوهر به همسر، خانم مثلا به شوهر اظهار محبت بکنه. نه اینکه فقط دوست داشته باشه و اظهار نکنه. چون در جایی که محبت بود قطعا در اونجا ثبات برقراره. همدیگر را دوست داره. درست. در این مورد کما که بیشتر صحبت کنیم، چون جامعه ما به گونه ای ساجاغا که بعضی فرهنگ ها متاسفانه جا نگرفت، از جمله همین اظهار محبت کردن شوهر به خانمش یا خانم به شوهرش و بعد به فرزندانش، این مسئله چالش های زیادی هم داره که ما صحبت کردیم که یک از این چالش ها بالا رفتن آمار و طلاق هست. میتونه خب یکی از نمونه یا یکی از ابعاد اظهار محبت سپاسگزاری از زحمات هم باشه. مثلا خانم در خانه مشغول کار هست و آقا در بیرون داره زحمت میکشه و میتونه این گونه باشه که اینا به نحو تقدیر بکنه و در این حال اظهار محبت و مهربانی و دوستیشون هم داشته باشه. اگر یکم شما مشاهده داشته باشید. قطعاً، چون در دین اسلام ما داریم که از کارکردهای دیگران باید سپاسگزار باشیم. حتی میگه کسی که از دیگران سپاسگزاری نکنه، حتی ممکن است خدای متعال هم سپاسگزار نباشه. درست. بنابراین از جمله در رابطه با خانواده، همسر در مقابل شوهر، شوهر در مقابل همسر باید از کارکردهای هم دیگه سپاسگزار باشه و طوری باشه که هم دیگر را درک بکنن. مثلا یک مرد وقتی وارد خانه میشود، آنچه که در بیرون دیده دیگه سعی کنه مشکلات بیرونی را در داخل خانه حمل نکنه. و همچنان یک همسر وقتی شوهرش از بیرون میآید با مشکلات، با این وضعیت زندگی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، کار نبوده، مشکلات را در بیرون متحمل شده، سعی کنه مشکلات خانه را زود بر او اعلام نکنه که این مشکل، یعنی مشکلات در خانه وجود داشته، آهسته آهسته. و وقتی هم که شوهر میآید میبینه که خانه منظمه، کارها انجام شده، حتی غذایی که آورده از نظر اخلاق اسلامی و درس اخلاق باید تشکری بکنه از کارهایی که انجام داده. و همچنان وقتی شوهر وارد خانه می شود، در بیرون زحمت کشیده، تلاش کرده، لقمنانی، سوغاتی، سودایی که آورده، در مقابل اینها باید همسر از او تشکری بکنه. اینها باعث می شود که این سبک زندگی محکمتر و استوارتر شود و زود به فروپاشی نگیرد. و اینا در زندگی دلگرم شما با اصطلاح و زندگی موفق را داشته باشه. آج آقا، علاوه بر اظهار محبت که شما اشاره کردین، قرآن شریف میفرمایه ایمان و تقوی اینا را که اشاره کردین، فکر میکنین که دیگه چه عواملی نقش داره؟ از جمله مثلا صداقت، اگر مشخصا بپرسین، صداقت میتونه به عنوان یکی از عوامل مهم استحکام خانواده ایمان شود؟ بله، ما در قرآن وقتی مطالعه میکنیم، قرآن کریم یک آیه خیلی کوتاه داره ولی پیامشی خیلی جالبه. قرآن کریم میگه عاشرهن بالمعروف. درست. ما وقتی همین کلمه معروف را تجزیه میکنیم، بیانگر این است که اینها با همدیگر با اعتماد رفتار بکنه، با صداقت رفتار بکنه. در جایی که اعتماد سازی شود و اعتماد باشد، اونجا دیگر زود خراب نمیشوند. یعنی با نبود اعتماد مشکلی که یک خانواده ثبات داشته باشه. در جایی که صداقت باشه، اونجا حتما برکت هم هست، رحمت خدای متعال هم هست، که ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. این ماه، ماه برکت هست. اما برکت برای کیا؟ برای کسانی که خود را آماده بکنه برای از این که از نعمتهای خداوند بهرمند شوه. و یکی از اون نعمتهای خدا این است که انسان با اهل خانه رفتاری درست داشته باشه. یعنی این سبب نشود که متاسفانه امروزه یک رواج بدی شده که بعضی ها وقتی جنگ و دعوا بد اخلاقی میکنه، خبر نداره ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان برای درست کردن اخلاق، ماه مبارک رمضان برای این است که انسان به زیردستان خود ترحم بکنن. ماه رمضان برای این است که اطفال هم تشویق به روزه گرفتن شوند. اگر خدای نخواسته
یک پدر خانواده در ماه مبارک رمضان بد اخلاقی را بیاندازد، برای اطفال بدآموزی دارد جدا، میگه چون روزه هر کس روزه بگیرد بد اخلاق میشه. به این حالت میرسه پس روزه چیزی خوبی نیست. لذا روزه گرفتن برای از اونها یک چیزی سخت تلقی میشوند. ما سعی بکنیم با روزه گرفتن نه تنها دهن بستن، بلکه با رفتار، با گفتار، با حرکات خود دیگران را به روزه گرفتن تشویق بکنیم. جنهایی که روزه گرفتن این گونه ساخته شدن. لذا یکی از راه های استحکام خانواده رفتار درست که همون فرمودی شما صداقت، اعتماد با اهل خانه و خانواده است. اگر یه عامل وجود نداشته باشه در خانواده ها، فکر میکنین که، یا مشخصا این گونه بپرسم که عواملی که سبب میشه خانواده ها هم بپاشه چی چیزهایی هست؟ عواملی که سبب میشه خانواده که امروز متاسفانه کم کم زیاد شده، آثار جدایی، طلاق، اینا، همین چی که عرض کردم، عدم از اون یعنی عدم صداقت دکست. در خانه ای که صداقت نباشه، شوهر به همسر، همسر به شوهر راست نگوید، این کم کم دروغ آینده ندارد. در خانواده ای که اعتماد نباشه، به اعتمادی دیگه نمیشود که مثلا شوهر اعتماد به همسر نداشت، همسر با شوهر تو کجا رفتی، با کی رفت آمد داشتی، خانه کی آمد کی نیامد، اینها از نظر اسلامی اصلا قابل قبول نیست. به قرآن صریحا میگه ولا تجسسوا، خیلی جستجو نکنین. درست، اعتماد است که انسان ها رو میسن، ولی ما نمیتونیم که یک خانه را از مستقیما ما نظارت داشته باشیم، یا یک همسر شوهرش را هر لحظه نظارت داشته باشه. آنچه که زندگی را شیرین میکند، اعتمادی به همدیگر و صداقتی به همدیگر است، و اینا در کنار همدیگر با صداقت میتونن مشکلاتی کلان را حل بکنن. اما اگر صداقت نباشه، اعتماد نباشه، یک مشکل جزئی هم میشه که باعث فروپاشی خانواده شود. درست. مشخصا به عنوان آموزه های قرآنی چی موارد را داریم که برای خانواده ها استفاده داشته باشه برای استحکام و دوام خانواده؟ خانواده ها با توجه به اونها به اصطلاح یاد بگیرن یا تلاش کنن، یا آموزه هایی باشه برایشان که خانواده با ثبات و پایدار را تجربه کنن؟ آموزه های قرآنی بیانگر این است که اگر خانواده میخواهد که ثبات داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه، محبت بین افراد خانواده است. محبت چیزیه که زندگی را شیرین می‌سازد. در خانه‌ای که محبت باشد، دوستی باشد، صداقت باشد، ولو در ظاهر غذای خیلی خوب نداشته باشد، میگه از محبت خاروها گل می‌شود. آنچنان خانه کذایی نداشته باشد. ما خیلی از خانه‌های داریم ممکنه در ظاهر خیلی مجلل باشد، سفره رنگین باشد، اما اگر در او خانه، در امو دسترخوان محبت نباشد، اونمو غذای لذیذ اصلا لذت ندارد. اما برعکس قضیه، اگر در خانه در ظاهر خیلی ساده، خانه مثلا گلی به تعبیر امروز موقر، اما غذای دسترخوان خیلی ساده، ولو یک نان خشکی هست، اما با محبت میشه و اونم خیلی لذت داشته باشه. و این پیامدش بازی میشه که در خانواده ای که از جمله بین همسر و شوهر وقتی محبت زیاد بود، از او فرزندان خوب تربیت میشوند. وقتی که یک فرزندان خوب تربیت شد، نتیجه میشه که این جامعه یک جامعه ای رو به کمال میشه. لذا ما داریم هر جامعه ای که خانواده های موفق داره، او جامعه موفقه. و بلخص این نکته رو میخوام اشاره بکنم در ماه مبارک رمضان، همانطوری که مسئولیت مادران در خانه سنگین است، نقش اینها هم خیلی مهم است. در جامعه ای که مادران موفق داره، باز او جامعه خیلی موفقه. درست. لذا در ماه مبارک رمضان وظیفه مادران باز سنگین‌تره در قبال تربیه فرزندان و رفتار و تهیه غذا و زمینه افطار برای اهل خانواده. اینها سعی بکنه که با تمام خستگی اینا محبت و دوستی و خوشرفتاری را فراموش نکنن. قطعا ثواب بیشتر هم میبرن. بله، و واقعا کاری که انجام میدن، افطاری تهیه میکنن، اگر به خاطر رضای خدا باشه و به خاطر آرامش خانواده، در جمله عبادات محسوب میشه. جاوا هم درست؟ قطعا. بله، نمونه ای داریم که عده‌ای از زنهای مدینه آمد خدمت پیامبر رحمت للعالمین، سلام بعد از سلام عرض کرد: رسول الله، ما میبینیم در دین اسلام تبعیض وجود داره. با وجودی که شما میگید دین اسلام دین تبعیض نیست، حضرت سوال کرد چگونه؟
گفت مثلا مردها میتوانند برن نماز جمعه شرکت کنند، جماعه شرکت کنند، جهاد بروند، ما نمیتوانیم واسه کارهای خانه، تربیه فرزند اینا. پیامبر رحمت الله علیه یک جمله رو گفت، گفتی برای زنان مدینه نه، بلکه برای تمام زنان عالم. یعنی نیکو شوهرداری کردن شما جهاد برای شما، تربیه فرزند برای شما جمعه و جماعت، کارهای خانه برای شما بالاترین عبادت هست. لذا سعی بکنه این کارهایی که انجام میده برای خدا انجام بده. هر کاری که در راه خدا باشه، نه اینکه بیانگر این باشه که به عنوان وظیفه از او باشه، کسی اهل خانه از او تشکر نکنه. درست. اما او کارها را برای خدا انجام بدهد و اجر و ثوابی خیلی زیاد داره. ضمن اجر و ثواب معنوی که میبرن، قطعا در استحکام خانواده هم نقش داره. خانواده مستحکم و پایدار را میتونین تجربه بکنین. میخوایم بپرسم اونجا که اگر که به عنوان پیشنهاد و توصیه داشته باشین، به چی مواردهای بیشتر توجه کنه خانواده ها تا ما دیگر شاهد افزایش آمار طلاق ها اینو نباشیم؟ با عنوان کلی که پیشنهادی که خدمت خانواده می شود که از آموزه های دینی امی تقوا و پرهیزگاری. منتها یک نکته خیلی اساسی که می خواهیم اشاره بکنیم، در آغاز تشکیل خانواده خیلی دقت بکنه. درست. مثلا کجا را با عنوان از این شریک خانواده کدام در را باید بزنه، وقتی که می خواهد دختر انتخاب کنه با عنوان شریک زندگی خود، معیار و سنجش اصلیشان تقوا و دینداری و خانم. و همینطور خانم ها وقتی میخوان چون یک خانومی با تقوا با مشکلات همسر میسازد و همینطور طرف مقابل. درست. وقتی به خانهش کسی خواستگار میآید، دقت بکنه در کنار وضعیت ظاهری، اقتصادی، جسمی و مالی و غیره، بله، دقت بکنه که همین جوانی که آمده به خانه ایشان از نظر تقوا و دینداری چگونه است. چون یک جوانی با تقوا میتونه یک خانواده خوشبخت بسازه. دقیقا. اگر تقوا نباشه، صداقت نباشه، ممکنه والا او از نظر ظاهر اقتصاد خوب داره، وظیفه داره، ممکنه باز او خانواده در آینده شیرینی و عاقبت به خیری خیلی خوب نداشته باشه. همین که میگه سنگ اول گر نهد معمار، کج تا ثریا میرود دیوار کج. اگر به مسائل تقوا و دینداری توجه نشه، شاید خانواده متزلزل به وجود بیاید. پس طبق فرمایش حاج آقای شیخزاده به این موارد خیلی توجه داشته باشیم تا بتانیم یک خانواده باثبات داشته باشیم. حاج آقا شما خیلی سپاسگزاریم که به بحث حضور یافتید. تشکر میکنم. سلامت باشید. ممنون شما. دوستان عزیز، باز هم طاعت و عبادتتان قبول باشه و از این فرصت معنوی که در اختیار داریم و خداوند لطف کرده در اختیار ما گذاشته استفاده خوب ببریم. از شما دعوت میکنم به تماشای بخش دوم برنامه. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید در پیشگاه الهی سه چیز مهم است: ایجاد خوشحالی در دل مؤمن، رفع گرسنگی و دور نمودن غم و اندوه از چهره آنان. سلام خدمت شما بیننده های عزیز، انشالله که جور و صحتمند باشین و لباس عافیت به تنتان باشه و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کنید. بیننده های عزیز، خوش آمدین به یک دیگر از برنامه های همنوایی. امروز هم در خدمت یکی از خانواده های شهید هستیم که مادر خانواده مسئولیت و مشکلات زندگی را به تنهایی به دوش خود میکشه. مشکلات بیشتر اینا را از زبان مادر خانواده میشنویم و ببینیم چی مشکلات را سپری میکنند. خوب هستین مادر جان؟ سلامت باشین. زنده باشین. مادر جان، چند وقت می شوهرتان از دست دادین؟ دو سال میشه دیگه از دست دادیم دیگه. نمکلا بودم، میشه ناجور بود، پای درد بود، کمر درد بود، کار نمیتونست. خیلی مشکلات زیاد بود دیگه. ما خودم آخر کالاشویی میکنم، از کالاشویی باز نان بایی پیدا کنم، در سر تندور شدم نان پخته میکنم. یعنی 19 سال میشه که ما نان پخته کنم. اولا تا آخر یعنی اولا تا این ریزه ریزه بود، یعنی آره کلان کنم. یعنی نیش در اونیش سینفی 2000 شد، سال نیش هفته، نیش هم این سال سینفی 8 در مکتب رایی کنم. یعنی خیلی تمام این مشکلاتی چیز رو خود مکش کنم دیگه. نسیار نمیشون دیگه، شوارم نمیتونست
وقتی که نمیتونست دیگه گفتن نمیتونست آدم که تو بیای این کار کنه نه وقتی که آدم نتونه مشکل داشت نمیتونه دیگه تا این شد که تا همونجوری بودیم دیگه کم خیلی کم با چم کلان شده دم راش شده دیگه که با چم رفت دماجید شیچ ختم قرآن داشتیم روز جمعه دوره ای ختم قرآن بدک کلی گیر نان دادم من سنفیه خوردم در خانه این دیزه خانه شیش دک چای داده کف ما این سنفیه خوردم قرآن بی خانه چای بخورد چای داده که ما چه ما سر تندر مرم گیل آورده با ما رو که گیل کنیم گیل خانه که من روز گیل خانه که داد تا بگاره من در زله چاش دیگر گلپی بخته که از نان هم سیر نکده گلپی کم بخته که دیگر سیر نکده سر جان خود شوش داده من پاک سدره رفت دماجید اگه اجازه هم گرفت گردن بغل کرد که مادر جان اجازه بدیم مادر نماز برم بخشم نه بچه تو جانه شده یخ نه کم اگر یخ شده دیگه مای میزان بود از اونجا رفت اگه در خطر شد که ماجید انفجار شد رفتم در ماجید که خون مجوشه یک دم خطر آتیش از اونجا اوردی سرسفان منجا در میزی اولی میشتی وقتا سرسفان منجا اورد جنازه شد شهیدی شد انداخته که بله زمین من دختا که ما نایشتن بله زمین باچه نانسی توشت بکش دودن تشک شرقید خون شده تا سبار پدر شد تشویش که زیاد خیلی زیاد تشویش گریه نکد در یک سال گیش یک سال چک پراشد در موجود رفت گریه کد چند نفر از موجود گشته در خانه گفتی زیاد گریه کد گریه کد در موجود سبایش شیمش کشت شیمش کشت دیگه از بود اون بود که در رفت دیگه تا یک سال دیگه را در بنا ده کرونا شد که کرونا گرفته کنه پرد بدر رفت آن روز بعد دیگه مشکلات بزر و افتاده که زیاد ده با چه هم تشویش کدن ده از او آتش هم غم آتش هم آمد از با چه هم آمد دیگه آن را خم یک سال دیگه از بعد یک سال دیگه را نان پختکنم از بعد از کار بعد پار سال زمسته یک پیچکاری تسکین میزدم مرسیم سرتن دور میشیدم از این صبح ده این صبح پیچکاری میزدم مرسیم سرتن دور میشیدم آخر دیدم که نمیتونم این سال لختم این یک سال میشه مانان باید لخت شما در بین گپایتان گفتین که خودتان قبلا نانوایی میکردین و حالی یک سال است که کار نمیکنین و کسی روم ندارین که برتان کار کنه و خرج از نی زندگیتان رو تامین کنه فعلا کی برتان کمک میکنه خرج و هزینه زندگیتان از کجا تامین میشه؟ تا بال رکن رقم چلنده دیگه این دن زمای روزا یک اخبار خوندیم یک باجه هارت بل نمگیرشت اگه یک دولای روغو گیرشت اگه روغو نداشتی به سال نو یک دولای روغو در قرص آوردون من نوزم پیسه این زورم ندادیم دیگه از پیش کنو خود من نان پخته میکردم نان آور اولاتای خوب بودم میوردم نان میوردم ولی شو خیلی هم تر خود من چیز میکردم این حالی که خود من از کار مندیم کمرم دیگه شده دیگه قرار مندیم دیگه خانه خدا گفتم این در چند روز پیش خور خونده یک دلائی روگو خود یک گوجی هار باوردک دارم رو همزار چی دارم خمیر می دیگه چیز نداشتم دیگه اون دخترم از دختر از خور خونده بود در شما زنگ زد که یه خانواده کل چیز من خبر دارد کل چیز خانه من خبر دارد چند سال رفت آمد داره من دیگه دیگه تو مشکلات زیاده دیگه مال خود من برم یا کار برم کنم نمیتونم کمر ما دیگه شده شیشتر نمیتونم من مال شیشتر من جدی کمر در یک سخته را گشته نمیتونم این تو لبسرک مرم از لبسرک یک دیست گندنه ترکاری ترار میرم دم راست که خانه بید این دنی خسرک نزدیک سه دم راست چهار دم راست بله در خانه میرسی اونو مشکلات زیاده دیگه یک سال میشه که دو دفعه امارای گرفتم اکسی امارای گرفتم دیگه کمر ما هیچ چیز نشد دو آخر میچ خوب نشد دوا مخرم خوب ترک نه مخرم بتر میشه الان دوایم خلاص از بی پیسگی نتونستم که دوا بلدخ بیرم بذار پیش دکتر برم دوباره دکتر میگه کمر تو دیکسه دیگه زیاد تشویش که داره رگای اعصاب تو اتصالش ده این زیاد خواه نمارم شانه خواه نمارم در ریولی میگردم روی خانه میگردم برمشون در برو در ریولی میگردم میگردم تا پشی بیره بدارم دیگه خواه نمارم این دفعه بدارشتم دیگه خواه نمارم سر اعصاب متاثر کرد
یعنی خلی دانه در جان برمشه و یعنی دیگه جایش سیوم شد را و پیش دکتر رفتم بگه تو زیاد تشویش منی یعنی رقم شده دیگه از خاطر زیاد پیش دکتر نرفتم دو در رقم دوار خورده نمتونم اون رقم هسته دیگه زیاد مشکلات هسته مادر جان وضعیت زندگیتان قبل از یک شوهرتان فرق کنه به چه صورت بود و حال که نیست به چه صورت است؟ قبل از اینکه شوهر ما بودم که نیم کلاب بود کار نمتونست نه؟ با خود ندم نم بای خود دیگه امید آخر جولده خود مقصد پره مکدم مکتب رایی مکدم دیگه کلای شرک دیگه تمام چیشی در وقت خود ما بود دیگه شوهر نیم کلاب بود بچاره کار نمتونست در خانه بود دیگه تا بگار امید تمام چیز در گردن خود ما بود دیگه خود یک نفر این ناتوان که کار کنه اون مقدر بیلو میکردم دیگه اون بایی هم دیگه خدا فایده نداشت دیگه اون مزاحمت چیز زیاد بود که در این زیر روز رسل نکار هم چوب خور خود ما بیوردم هم میده هم کردم هم نان پختم کردم کلی مشکلات چی سر خود ما بود دیگه یعنی وقتی که شوهرتان زنده بود تمام مسئولیت در دوش شما بود حال که نیستن هم کلش به دوش خودتان است آه ده و که بود اگم که نیم کلاب بود دیگه چی کار نمتونستم در دوش خود ما بود یالم این حالو تایم در دوش خود میانم اینقدر که این میارده این منجی رسندیم خود ما در تنهایی رسندیم مادر جان در ماه مبارک رمضان در شرایط بد اقتصادی که در جامعه ما قرار داره شما خودتان ماه رمضان چگونه سپری میکنین؟ سپری میکنم دیگر ما از کمی از دوستا خیلی بیمینه کمک شده اون مورا چیز میکنم اولا داخل دست درشت تیار میکنم در سهری دیگر در افتار دیگر سخته دیگر وقتی که گفته مثلا که نباشد آدم تیر میکنه دیگر دیگر نمیتونه دیگر آدم خودم کار نمیتونه من حالی کار کنه آدم بیره در اولا داخل تیار کنه او دیگر وقتی که آدم نه تنها این مالی دوست هم مرا میخواد درک کرد که ما باش کدام زیر کم کمک شد می فید مثلا که اولاد آخر لغمه نانی یک پیل چایی درش باشد دفتاری ده دیگه دوست ها خیلی بینگرم مرا درک کدام خدر کمک شده که تامیل را از این مال مایی لازم مایی مبارم که رمزان دیگه انوزم در جای خیلی دیگه از این سوم خدا می روان دیگه دوست ها جور بشد از این شرایط در کس میخواه نان خوب بخوره چیز غذای خوب بره الله تیار کنه بره وقتی که نباشد دیگه آدم که نتونه سخته دیگه خیلی اوش مشکل تمام میشه اولاد ایخ میخواه کمی از این تا اینجا رسندیم از این سوام در یک کاری یا در یک کسپی یا در یک خاندانی برسندیم اولاد ایخ را در چیز برسندیم که کار کنم بچه درس بخونه بطن درس بخونه خیلی برای من سخت دوام میشه از این پیش که کار میکردم هیچ نیاز ده ایترا نداشتم هیچ وقت دیست پیش که از دراز نمکردم اجاز ایترا هیچ خبر نداشتم که چی هست یا نیه یعنی حالی که خود نیم کلاشتم نمیتونم از جای خود بخصم نمیتونم برم کار کنم اولاد هم هم سیاسر دیگه با چیم نتوانه خیلی دست هم سخت دوام میشه آدم درد دل خدا کس گفتم نمیدونه که این رقم درد دارم این رقم نداریم پیش سیاد و بچه خود گفتم نمیدونه که آدم دمه بیارد ما نداریم هیچ وقتی کار نمو کدوم از این پیشم که چیز در سر خودم بود تمام کار در سر خودم بود ما دیست خود پیش کس دراز نمو کدوم نمو کدوم شوهر ما نمیتونه ناتوانه ناجوره خود مر چیز بلش تایم کدوم دوایش را تمام چیش را یالی که او خدا بیامرز رفته دیگه ما خود من باید اولاد خیره اونو سیدانش در اونجا رسندم پس وقت کدو بینید سیدانش من ده دیگه خدا خود چقدر ما کمک شد که ما اولاد خیره ده سر مقصد چی برسنم با چه ایم که تیز مثلا کارگر میشد تا یالاگم بود دنه چهار تا پانزده ساله با چه میشد دنه کارم که دن را درای خدا دادم مری درای خدا یک همسایه ما گفت که یک روز غدر گریفت می گفت که خوار ما گفت دیگه و گسپن خدرهای خدا می دیگه خوشحال می شد گفت تو پاچه جگر خدرهای خدا داری یعنی رخا مشکلات زیاد مادر جان وقت فرزندهتان یا دخترتان یا بچه تان از شما کدام تقاضا داشته باشه
شما در شرایط فعلی که از سین توان از زیر دارین که تقاضای اینا رو برآورده کنین؟ نه دیگه از یادلی شرایط، از شرایط ندارم که دارد زیاد تایخم. وقتی که خودم جور بودم کار میکردم هر چیز مگفته که مبلدش تایم میتونستم، این مال نمیتونم دیگه. این مال این می باشه به مالی گفته مثلا اگه کرمیج نداره که در مکتب بره در پای کنه، یک بایک نداره، کالای مکتب نداره، از پار سال چه در این سال چه در جان چه قید چه من رو دورده ما از تین زیر خیر ما کم براخ منم از باید بپش آن سخت دیگه این مالی یک آزار فهم روز از دستای ما بورده بس درگاه خود چه بورده دیسم داد که خیر این میرفتاری بل دیالاتای خوب گیر اونو رقمی دیگه بودم که کار نتونه دیگه از کجا پیدا میشه یا کی میدیه بودم نمیدیه نه هیچ کس درگ نام مادر جان آخرین گفتنیتان بر بیننده ما چیست؟ آخرین گفتنه هم این میست که کم کمک شده ما خود من تادوی کنم کمر ما خوب شده دیگه با چه مرزه یعنی درس خر بخونه تحصیل کنه میخوایم که سر پای خود خسته شد دخترهای من مطور سر پای خود خسته شد دیگه ما خود ما تادوی نیاز داریم این مال فیصل نداریم که تادوی کنم این مال این مقدر دیرین من ششتم کمر و یک سختوی ششته نمیتونم دیگه دخترهای من مطور دست باید تحصیل کنه درس بخونن با چه خر باید در کورس رای کنم که یه مکتب خر بخونه کورس بخونه یه کلان چه بخواهی دیگه این می آرزوی من است شما هموطنان عزیز گپ ها گفتنی ها و مشکلاتی مادر شنیدین مشکلاتی که مدت 2 سال است که شوهر و فرزند خود از دست داده و خودش به تنهایی بار مشکلات فرزندای خود به دوش میکشه و کار هم به درستی نمیتونه بکنه و کسی را نداره که خرج و هزینه زندگی اینا رو تامین کنه شما عزیزان که میتونین به این خانواده کمک کنین با شماره های تماس که روی اسکرین تلویزیونتون تماشا میکنین به تماس شده و همیاری خانواده های عزیز باشین و جهان سپاس از هموطنان عزیز ما که به خانواده های قبلی در برنامه های قبلی کمک کردند تشکری میکنیم و که به یاد اینا بودن و اینا رو کمک کردن و یک بسته مواد غذایی از طرف هموطنان خیرمون به این خانواده عزیز اهدا شده انشالله که به خوبی از این استفاده کنند و پروگرام خیریه مهر و برنامه همنوایی پل ارتباطی بین شما و خانواده های نیازمند است تشکر از شما عزیزان تا عباداتتان مورد درگاه حق قبول باشه وقتتان خوش خدا نگهدار بله سلام عرض میکنیم خدمت عزیزان که شاید تازه با برنامه ضیافت نور پیوستن ماه ضیافت و مهمانی خدا بر شما مبارک باد تا عباداتتان قبول دعاهایتان مستجاب و آرزوهایتان برآورده بخش دوم برنامه را مشاهده کردین ما مثل همیشه از شما دعوت میکنیم به یاری و کمک خانواده های نیازمندی که متاسفانه در شرایط فعلی کشور ما با تعداد زیادی از خانواده های نیازمند و مستحق مواجه هست که هر کدامشون به نحوی مشکل دارن و چشمشون و دلشون به یاری شما عزیزان است که خداوند از طریق دستان توانمند شما دستان خانواده های نیازمند بگیره و مشکلشون برطرف شد و هر نوع کمکی که شما دارین ثوابش پیشا پیش گوارای وجودتان باد شماره تماسی که روی اسکرین تلویزیون هایتان مشاهده کردین اونها پول های ارتباطی است که شما را به ما و ما شما را به خانواده های نیازمند وصل میکنیم بله دوستان عزیز میدونم همه شما منتظر لحظه شیرین افطاری هستید اما میدونیم که دقایق باقی مانده هست این دقایق را پررنگ میسازیم با آیات چند از کلام الله مجید که توسط قاری محترم سید جعفر طاهری تلاوت می شود و تعقیب او از آن شام به افق کابل هست با هم می شنویم و می ریم به افطار افطار خوش هم بر شما رسد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اشهد ان علی ولی الله. اشهد ان علی حجت الله. حی علی الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا رسول الله صلی الله علیه و آله سلام فرماید که برای هر چیز زکاتی است، زکات بدن روزه است. خوش آمدین دوستان عزیز و ادامه برنامه ضیافت نور. همان گونه که افطاری را نوشیجان میکنیم، خوشبختانه در این بخش از برنامه در خدمت دکتر صاحب اسمت الله شفیق معالج امراض داخلی عمومی هستیم که در استودیو با ماست و در مورد روزه و مشکلات معده با دکتر صاحب صحبت میداشته باشیم. دکتر صاحب در نخست سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما، تشکر، زنده و سلامت باشین. ممنونتان. دکتر صاحب، یکی از موضوعاتی که دوستا و همتانا و شاید همه دوستایی که روزه میگیرن خیلی شکایت داشته باشن در وقتی که ما رمضان میرسه مشکل میده باشه، اما قبل از اینکه صحبت کنیم میخوایم بگویم که ارتباط روزه با صحت چی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تمام کسایی که برنامه را میبینن. من از او جای شروع بکنم که اصلا خودی ماه رمضان یک فضیلت خاص داره، خصوصا فضیلت‌های زیاد داره، از جمله فضیلت‌هایی که بسیار زیاد داره و فایده بسیار زیاد داره برای صحت داره و بخش صحت اینجا ارتباط با ماه رمضان و روزه گرفتن بسیار ابعاد مختلف داره که بحثش بسیار مشکل است. چند نکته را بسیار خلاصه ذکر میکنیم که خودی در حقیقت روزه گرفتن حالت است که ما زمانی که از نوشیدن و خوردن مواد غذایی اینا جلوگیری میشه در ماه مبارک رمضان، به این معناست که ما یک فرصت میتیم برای همین خود سیستم هضمی ما که این فرصت برای سیستم هضمی است که ما غذای بیشتر استفاده نمی کنیم،
مثلا یک مقدار زیاد نوشابه‌ها و چیزا استفاده نمیکنیم، باعث از این میشه که سیستم هضمی ما استراحت داشته باشه و این استراحت برای سیستم هضمی ما ای برای آینده سیستم هضمی بسیار مهم است. مثال بسیار عمدهش خود سیستم هضمی که هست، در مرور زمان هر روزی که به مو اندازه که فعالیت داره، به مو اندازه فعالیت خود باز اینا، اما خود سطح سیستم هضمی ما روز به روز حجراتش چی میشه، ضایعاتش بیشتر میشه، هر اندازه که فعالیت بیشتر داشته باشه. اگر ما جلوگیری از فعالیت بیشتر از این میکنیم، به این معناست که عمو تغییرات حجرات ضایعات بیشتر نمیشه و یا اگر ضایعات بیشتر باشه حتی باعث ازی میشه که اشخاص ببره به سوی امراض خطرناک مثل سرطان ها و گپا. یعنی یکی از فعالیت عمدهش بسیار اهمی است که سیستم هضمی ما استراحت میکنه و این استراحت سیستم هضمی باعث ازی میشه که برای صحت ما فوق العاده مهم باشه. مثلا آماده میشه برای ماهای دیگه ای که تا رمضان بعدی میرسه، سیستم هضمی ما آماده میشه برای یک حالت صحی خوبتر بهتر و حتی برای ازی بگوییم که ما میتونیم با امی روزه گرفتن مثلا دیگه امو اعضایی که در پهلوی سیستم هضمی ما کار میکنه مثل مثلا کسی صفرا و جگر و اینا، یعنی بار سر از یا کم میشه، فعالیت از اینا کم میشه در ماه مبارک و بالاخره باعث ازی میشه که یک صحت کامل برای انسان باوجود بیان. بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از سوالایی که هموطنان ما همیشه میپرسن ایست که میگن آیا روزداری باعث افزایش مشکلات معده میشه یا کاهش؟ چون بعضی ها روزه حتی نمیگیرن، میگن من مشکل معده دارم، میترسن که مشکلش افزایش پیدا نکنه. ولی آنچه که شما فرمودین خب همهش فوایدی بود که بسیار کمک میکنه به مشکلات سیستم هضمی از جمله معده. خب یک موضوع است که او کسایی که در ماه مبارک رمضان شکایت از سیستم هضمی خود داره، او اصلا قبلا همین مشکلات داشته. مثلا یک شخص دوامدار پرخوری کرده، طور مثال دوامدار از نوشابه ها استفاده کرده، خصوصا نوشابه گازدار اینا استفاده میکنه، اینا باعث یک مرض داریم به نام پیودی یا پپتیک اولسر دیزیز یا قرحات پپتیک، ایره به وجود میره و ای که به وجود اومد زمانی که یک شخص در ماه مبارک رمضان روزه میگیره و ای باعث از این میشه که اسید معدهش بیشتر شوه و زمانی که اسید معده پیش از این بیشتر میشه با او زمان بر از این زجر میته. اصلا خود ماه مبارک رمضان باعث ایجاد ای مشکلات نمیشه، ولی یک تعداد مشکلات قبلی را به اشخاص دارن که در ماه مبارک رمضان اینا بیشتر میشن و عموماً مریضایی که مثلا در ماه مبارک رمضان پیش دکترها مراجعه میکنن مشکلات داره، باز او هم نظر به وضعیت مریض باید، مریض باید از ماه مبارک رمضان که روزه میگیره در ماه مبارک رمضان باید برش توصیه شوه که در کدام حالت باید روزه بگیره و در کدام حالت نگیره. مثلا یک شخص یک مریض است به نام هایپر اسیدیتی معده، که اسید معده از حالت نرمال بیشتر باشه، که هم به گذشتهش برمیگرده که حتما در گذشته کدام مشکل داشته در ماه رمضان، چون در معده در عموما غذا در حدود 500-600 بیشتر نمیمونه و از معده خارج میشه به عمو میرسه و در اون زمان وقتی که غذا از معده طرح میشه میره به عمو، در اون قسمت باز اسید معده زیاد میشه و باعث مشکلات پیش شخص میشه. در اون حالت اگر شخص هایپر اسیدیتی داشته باشه، با دکترها برش گفته میشه که در این حالت شما در ماه مبارک رمضان روزه نگیرین که بیشتر مشکلات ایجاد میکنه. در عموم ما به این طور گفته نمیتونیم خود ماه مبارک رمضان باعث مشکلات معده میشه، ولی اشخاص مشکل قبلی داشته و این مشکل قبلی از این باعث از این میشه که در ماه مبارک رمضان تشدید شوه و این مشکلات ایجاد کنه. جالب نیست دکتر صاحب، بعضی که ملا بهانه سرش میکنن میگن من مشکل معده دارم روزه نمیگیرم، باید حتما به دکتر مراجعه کنه. اگر دکتر تشخیص بده که روزه باعث افزایش امراض از جمله امراض معده شما میشه، روزه نگیرین، در اون صورت جواز نگرفتن روزه رو نو بدست میاره، در غیر صورت روزهشون بگیرن. بله، این خو یک چیز است که خیلی کسا مراجعه میکنن که من مشکلی معده دارم. خب باید دکتر تشخیص بکنه که کدام مرض، مثلا آیا اگر یک شخصی مشکل داشته باشه که
اگر از در طول 12 ساعت یا 13 ساعت که امی روزه دار هست شخص اسید معده‌اش بیشتر شود، باعث زخم معده‌اش شود و معده تخریب بکنه، بازو زمان دکتر تصمیم میگیره بر مریض خود میگه که روزه نگیرین. در غیر از او یک بهانه شده نمیتونه بر مریض که ما مثلا روزه نمیگیرم، ما مشکلی معده دارم یا مشکلات سیستم هضمی دارم. بسیار خب، چی غذاهایی را مصرف کنن کسایی که مشکل معده داره در ماه رمضان تا بتونن هم راحت روزیشان بگیرن، هم مشکل معده‌شون افزایش پیدا نکنن، ثواب هم ببرن و روزیشان هم گرفته باشن؟ تشکر، گپ بسیار خوبی بود، سوال خوبی بود که اکثریت این سوال میکنن. این یک موضوعی است که ما یک ایده پیش مردم همی هست، یک نظری است که ما در ماه مبارک رمضان وقتی که روزه میگیریم باید فوق العاده غذاهای قوی و غذای زیاد مصرف بکنیم. به کمیت غذا بیشتر اینا فکر میکنن، خوب است که به کیفیت غذا بیشتر فکر کنن نسبت به کمیت غذا. پرخوری خودش مشکلات زیاد در ماه رمضان به وجود میاره، خصوصا از طرف سحری. کسایی که غذا میخوره از طرف سحری باید غذاهایی باشه که بیشتر خیلی ثقیل نباشه، زیاد اذیت نکنه شخصا معده را، باعث مشکل برش نشوه که باز دلبدی و استفراغات اینا را با وجود میاره. غذاهای سبوک سبوکه که به اصطلاح عام سبوک سبوک، یا غذاهایی که هضمش آسانتر است استفاده بکنه، و غذاهایی را استفاده کنه که کمیتش کمتر و کیفیت خوبتر داشته باشه. ولی مثل که غذاهایی که یک اندازه چی داشته باشه، امو ترکیب غذایی منظم داشته باشه، ما تعادل در غذا باشه، یک غذایی باشه که ترکیب خود پروتئین داشته باشه، ویتامین ها را داشته باشه، یک اندازه شهم داشته باشه، مثلا همه کربوهیدرات ها قند ها را داشته باشه، اینا را استفاده کنه. و بیشتر غذاهایی که از طرف شب مصرف میکنن، غذاهایی مثل ترکاری باب اینا را استفاده کنن. هیچ وقت از طرف شام وقتی که روزه افطار میکنن از نوشابه باب گازدار اینا استفاده نکنن. بعضی کساسی غذای ثقیل یا غذای پر از شهم یا چربی را میخورن، باز نوشابه سر از او استفاده میکنن که باش همین به هضم برسانه. این یک کار است که فوق العاده به معده و سیستم هضمی ضرر میرسانه. کوشش کنه که نوشابه باب گازدار خصوصا در ماه رمضان استفاده نشوه، و استفاده غذاهای سبوکتر با همو کیفیت ولی با کمیت بیشتر نباشه. بسیار تشکر دکتر سید بسمت الله شفیق، معالج امراض داخلی عمومی که به استودیو حضور پیدا کردین و در بحث شرکت کردین. تشکر، زنده و سلامت باشین. تشکر از برنامه خوب شما که مردم از استفاده میکنن. سلامت باشین. تشکر. برنده های عزیز ارجمن، از شما هم ممنونیم، برایتان سلامتی و سعادتمندی آرزو میکنم. این بود ضیافت نور امروز که تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.